دستگاه قضایی عربستان سعودی همچنان به صدور احکام ناعادلانه علیه فعالان مدنی به خصوص شیعیان ادامه می دهد. مقامات عربستان بدون توجه به خواسته های جامعه بین و, و سازمان های حقوق بشری حکم های اعدام و زندان را به مدت دهها سال برای گروه جدیدی از اندیشمندان و فعالان سیاسی صادر کردند. اخیرا دو جوان به اعدام و قتل تعزیری محکوم شدند. با صدور حکم اعدام برای مصطفی هاشم درویش و یاسین البراهیم حکم اعدام زندگی 48 تن از شیعیان بازداشتی از جمله هفت نوجوان را تهدید میکند به ویژه پس از آنکه دادگاه جنایی در ریاض به زندانی شدن هفت بازداشتی به مدت 58 سال حکم داد و برای فرد هشتم حکم قتل تعزیری صادر کرد برخی منابع آگاه تاکید کردند برخی منابع آگاه تاکید کردند اعترافات زیر شکنجه و ضرب و شتم از متهمان گرفته شده است این منابع نظام عربستان را به استفاده از این اسلوب برای محکوم کردن زندانیان اندیشه به سبب جرائمی متهم کردند که آنها این جرائم را مرتکب نشدند این در حالی است که طرفهای بینالمللی و حقوقی درباره اقدام عربستان در نقض قوانین بینالمللی که در محاکمه ظالمانه و غیر قانونی آنها نمود می‌یابد سکوت کردند گفتنی شمار شهدا در مناطق الاحصا و القطیف در نه سال اخیر به بیش از 140 شهید رسیده است که پیکر چهار تن از آنها همچنان در توقیف سعودی هاست افزون بر این به گفته فعالان حقوق بشری بیش از هزار تن از شیعیان در بازداشت در زیر شکنجه هستند این در حالی است که به دنبال تداوم پیگرد و بازداشت فعالان آن هم به طور روزانه آمار بازداشتی ها و ادام ها در حال افزایش است.